عاشقی گم گشتم زندانی شهر سکوت دیوانه ای سرگشتم فریادم از آشوب این قربت دیار خشم و نفرین هستم دگر از این دروغی از عشق و ایثار دروغی قربت همه در دست و فریاد سه غریبی دو همزاد قربت همه شیون ز حسرت قربت عذاب بی نهایت قربت همه در دست و فریاد سه غریبی دو همزاد قربت همه شیون ز حسرت قربت عذاب بی نهایت سرانجامش بود قربانیانش بی شما در خاک این بیگانگان نراه برگشت نفرا در غربت ما تم کده صدها هزاران بیقرار قربت همه در دست و فریاد حس غریبی دو همزاد قربت همه شیون قربت عذاب بی نهایت قربت همه در دست و فریاد حس غریبی دو همزاد قربت همه شیون ز حسرت قربت عذاب بی نهایت کسی با سایه هم نشین شدن اقدام هر هم نفسی قربتا چه آسون شکست با بین هر مرد و زنی جای گرنگی رو گرفت بزل نفاق و دشمنی قربت همه در دست و فریاد حس غریبی دو همزاد شیون ز حسرت قربت عذاب بی نهایت قربت همه در دست و فریاد حس غریبی دو همزاد قربت همه شیون ز حسرت قربت عذاب بی نهایت در دست و فریاد غریبی دو همزاد شیون ز حسرت به 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 صدای زیبای حسام فریاد که مهمان تورنتو است و حتما متوجه شدید که مهمان برنامه ما هم هنرمند بسیار خوب کشورمون که در تورنتو کنسرت بسیار زیبایی رو در روز جمعه 20 ژانویه اجرا خواهند کرد مهمان ما هستن امشب حسام فریاد عزیز حسام جان خوش اومدید درود بر شما مهرجان سفریان گرامی و همچنین
بینندگان خوب برنامه شب‌های تورنتو خرسندم. مهران جان، همین گونه که چند دقیقه پیش یاد نشان کردم، یک روال سیری رو ما طی کردیم تو بالاخره هم دیگه دیدیم و خرسندم از اینکه جان مهربان تو می‌بینم اینجا در تورنتو. فرقی نمی‌کنه، ما ایرانی ها هر جا که باشیم هممون دانه‌های یک زنجیریم و هر جا که هستیم همدیگه رو کامل می‌کنیم، متکامل می‌رسونیم. خرسندم، خیلی خوشحالیم که امشب در برنامه ما هستی سام جان. خب ما همیشه در برنامه‌مون اولا مهمانانی که هستن هنرمندان بسیار خوبی کشورم هستن، من جمله خود شما، و همیشه در برنامه سعی داریم هنرمندانی که واقعا برای ایران و ایرانی زحمت میکشن همیشه بیشتر از پیش معرفی کنیم به همه جامعه ایران. خب شما شناخته شده هستی و برنامه‌های مختلفی هم در همه جای دنیا، کنسرت‌های مختلف داشتی، از قاره آمریکا گرفته تا آسیا و اقیانوسیه و اروپا، همه جا. و امسال هم برای دومین سالی که به تورنتو میای، ها؟ بله مهران جان گرامی، من فقط اینو یاد نشان کنم. خب من به تورنتو آمدم برای اینکه زندگی کنم چند سال پیش، ولی هر سال یک غیبت کبرا داشتم، ولی الان دو ساله که با این گشایش کمپانی HF Music Production که به پیشنهاد همسرم بود، ما دیگه کنسرت های سالیانه این رو اینجا میذاریم و در میانش هم آلبوم تک درخت رو به بیرون دادیم. یعنی کلن سه کنش نمادین داشته کمپانی ما، که کنسرت اکتبر 2010 بوده در تورنتو، بله، ارائه آلبوم تک درخت بوده و این کنسرت جمعه آینده یا آدینه آینده. عالی، خیلی عالی اسلام جان. خب ما که به هر حال با شما آشنا هستیم از سالهای گذشته، ولی خب ایرانیان زیادی هستن که میدونید تازه به کانادا اومدن، ایرانیان زیادی هستن که مهاجرت کردن به کانادا و تازه از ایران اومدن و خب راجع به خودت شاید کمتر بدونن، شاید نواراتو شنیدن، کنسرتاتو از طریق نوار یا سی دیدن، ولی با خودت کمتر آشنایی دارن. میخوام یه مقدار برای بینندگان ما از خودت بگی، از کی شروع کردی، چه سالی شروع کردی و آلبوماتو نام ببری برای بینندگان ما، که اینایی که میگم ایرانیایی که تازه در واقع در کانادا اومدن بیشتر با خودت هم آشنا بشن. درسته. اسم فریاد هستم، خواننده، سراینده و ملودیست، ساکن غربت. از 5 سالگی به تشویق پدر میخوانم و ساز تنبک رو آغاز کردم به نواختن، کمی ردیف ایرانی رو کار کردم و بعد آواز پاپ رو به دنبال پدر به همراه مادر به ترانزیت ترکیه آمدیم، چون پدر پیشترک آمده بود به بلژیک و در پیشتر از 15 سالگی من خاک میهن رو ترک گفتم و هماره روح و روان خودم رو در خانه پدری یا خانه پدر بزرگ جای گذاشتم. و اون خاطرات ها و قدیمی بودن ها و اون نوستالژی ایرانی و همیشه رنگ و بوی سروده های من یه حالی از میهن و مهر به هم میهنانی که در ایران هستن داره. آغاز فعالیت های هنریم در اروپا با نخستین آموزگارم های ایرج هیت، آهنگساز تنظیم کننده که در آلمان هستن رو آغاز کردیم و گروه هیت که در سرتاسر اروپا برنامه داشتیم. در 18 سالگی با استاد محمد شمس آشنا شدم و با کمپانی ویو آلبوم نهنگ رو دادیم که بعد به لس آنجلس آمدیم، بله، و بعد شوهای نوروزی و و و بعد از اون که دیگه با کمپانی ویو کار نکردم، 2002 نخستین آلبوم من با یه کمپانی آلمانی ایرانی بود و آشنایی من با سومین آموزگارم آی نیماد در آلمان که کمپانی نیماد میوزیک پابلیشینگ رو داشتن، آلبومی به نام سپیس، 3 کار به زبان انگلیسی و 9 کار به زبان ایرانی. بعد از آن سیب زندگی به گونه ای چرخید که من رو به سال 2004 در ادامه یک تور به تورنتو شما آورد. میگم تورنتو شما، یعنی شما پیشکسوت‌تر از منی. خب به تورنتو شما آورد و خب ما اینجا لاو استوری ما آغاز شد و ما هم در سال نخست 7-8 باری رفتیم اروپا، برگشتیم، نه آقا باید بمونیم. بعد یه آلبومی ارائه دادم، چون همزمان بود با جنبش دانشجویی در ایران سالگردش، یه آلبومی رو دادم به نام مبارزه، اولین کار من بود. بعدش 2006 دیگه گل کارا بود که با کمپانی زنده یاد آقای کعبه‌ای و بانو مسیح کعبه‌ای ما غزل رو کار کردیم برای لس آنجلس، اونم باز غیابی قرارداد رو بستیم و کار کردیم، اون خیلی خوب بود، خیلی بجا بود. بعد از اون دیگه کلن روند لیبل ها و با لیبل کار کردن ها خودتون تو قلب صنعت این فرق کرد. من بیشتر رو نت و آیتونز و اینا کارام تک آهنگ به فروش میرفت یا فری دانلود یا به صورت تک آهنگ، تا اینکه رسیدیم به اینکه این کمپانی HF Music Production رو باید بله در کانادا بنیانگذاری کنیم که هر یک سال یکی دو ماه یک کنسرت رسمی برای احسان فریاد آرام و پیوسته. اونجوری هدف این نیست که یک شبه بیان یک سالونی بیاد پرشه و بره، چون سبک کار منو میدونین در اون مایه هم اجتماعی داره هم یک عشق افلاطونی فیلسوفیک، کارهای عاشقانه منم سعی میکنه یه پیامی داشته باشه و این دومینشه که جمعه آینده دیدار عامیانه فارسی زبان در تورنتو. باشد
از دل نرم قزل تو شب سرخ روز دو هم قدم داغ نفس به نام دل به نام یار اسم همسایه شدم از شب قصه اومدی به قربت عاطفه هم رنگ ستایگی زدی من و خود